بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو المعین. رسول خدا از اصحاب یک سوالی کردن، پرسیدن کدام یک از رشته های ایمان استوارتره؟ برخی جواب دادن نماز، برخی جواب دادن زکات، برخی جواب دادن روزه، برخی جواب دادن حج. حضرت فرمود جوابهای شما هم جوابهای خوبیه، اینا هم فضله، اما جواب اصلیش اینه که حب در راه خدا، بغض در راه خدا، دوستی با دوستان خدا، دشمنی و براءت از دشمنان خدا، این مهمه. عنوان صحیفه و نامه اعمال مؤمن در روایت داره که حب امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. در رابطه با این محبت و تولی نسبت به اهل بیت چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که دوستی ائمه و دوستداران آنها واجبه. اعتقاد به امامت و ولایت ائمه معصومین واجبه. این محبت، این ولایت یه آثاری باید در عمل داشته باشه، نشانه هایی داره. من این نشانه ها رو میگم، هر کسی میتونه در زندگی خودش ببینه چند اندازه از این نشانه های محبت رو داره. گرامی داشته یاد و نام ائمه معصومین، نشر و اشاعه فضائل اهل بیت، ما تو این قسمت چند اندازه نقش داریم. زنده نگه داشتن مناسبت های مذهبی همچون قدیر، چند اندازه ما نقشی در برپایی و بزرگداشت قدیر داریم. شرکت در مراسم های قدیر که به نحوی شلوغ باشه، پرحرارت و با نشاط باشه، مجالس بزرگداشت قدیر. نامگذاری فرزندانمون به نام اهل بیت. الان این لیست اسامی دانش آموزا رو آدم میبینه فکر نمیکنه که اینا چقدر ربطی به اهل بیت داشته باشه. نامها خیلی فاصله گرفته. شما 30 سال قبل، 40 سال قبل لیست اسامی رو میبینی، چقدر اهل بیتی، نامهای اهل بیت. الان نامهایی که سنخیتی با ولای و محبت اهل بیت خیلی نداره. عمل به سخنان و پیروی از اهل بیت، یعنی بهانه است بزرگداشت قدیر، خط رو گم نکنیم. در کدوم خط، در کدوم مسیر داریم حرکت میکنیم؟ سبک زندگی ما به کدوم سبکه؟ سبک زندگی اهل بیتیه یا نه؟ تشبه داشته باشیم. فرمودن مستحب زندگی ما شباهت داشته باشه به زندگی معصومین. یه دی دنبال امیرالمؤمنین بودن، حضرت برگشتن گفتن با من کاری دارین؟ گفتن که ما از شیعیان شما هستیم. حضرت فرمود ولی من نشانه های شیعه رو تو چهره های شما نمیبینم. هر صورت یه نشانه هایی داره، ما تو کدوم خط هستیم؟ فرصتی قدیر برای میثاق مجدد صلوات بر محمد و آل محمد.